بچه که بودم فکر میکردم یه روزی قراره بزرگ شم و دنیا رو نجات بدم. چی کار میخوای بکنی؟ میخوام اون بمیره. بهرام گور یه شاهی هست که هر کاری که دلش میخواد میکنه و هیچ کس هم نمیتونه جلوشو بگیره. چند تا جوان دیگه باید از زندگی خالی بشن برای زندگی جاودان شوهر شما. کلیای گلبادی میگن که بهرام گور میخواست راز جاودانگی که هنر اونها بوده رو ازشون به زور بگیره. به زور این مرگو از رای گردن به خود نزدیکتر میبینی. این مرگی که میگی چه جوریه؟ شهد جهان افروز، هر قطرش بخشی از سلامتی آدم رو میگیره. باید تا دم مرگ برید تا بتونید وارد بعد دیگه ای بشید. آقا آگاهی یعنی همین. یه روش نفرینه، اون روش محبت. این که یه نفر 70 سال منتظره بعد منو میبینه میمیره محبته. روزی که از ولایتمون رفتم همین لباس تنم بود. اون موقع بیشتر مردم دنیا لباسهای این مدلی می پوشیدن. اون چیه؟ نمیخواد اصلا بدونی چیه. این چیه؟ ببینم، تو که از چیزایی که میدونی به کسی چیزی نمیگی که. نه، این یه راز بین من و توه. هیچ کس به جز من نمیدونه که ما از یه جهان دیگه اومدیم. این اصطولابه، باهاش حرکت ستاره‌ها رو تو آسمون نگاه میکنه. چه بیمزه، یعنی آینه و عدسی آسمون اما نداشتیم؟ چرا، ما بهش میگفتیم تلسکوپ، ولی این خیلی قدیمیه. مثلا شاید 400 سال پیش، حتی بیشتر. یه نقاش خیلی بزرگی بوده به اسم آقا مصور. وقتی میاد اینجا اینو با خودش میاره. اینو برا ندار. بده من. توی شهر زندگی میکردیم، دوست داشتیم همون، تا وقتی که من از ولایتمون رفتم. دوتا نقاشی کشیدم، یکیشون بود که مون پیش من، یکیشم خودم بودم که مون پیش اون. میخواستیم همدیگر رو یادمون بمونن. بهم گفت کاش عکاسی بلد بودم، دوربین داشتم، به جای نقاشی ازت عکس میگرفتم. ولی من اون موقع نمیدونستم هیچ وقت قرار نیست برگردم اونجا. بهش گفتم سریه بعد دوربین بگیر زیر پل خرانه قرار گذاشتیم. ای دوستش داشتی پس چرا اومده اینجا؟ خب من به مامان قول داده بودم که نذارم یه خار تو پات بره. حتی نوزاد که بودی زدمت زیر بغل، از خرانق آوردمت بخارست، ولی اونجا هم امنیت نداشتیم. تا اینکه من اون دالون رو پیدا کردم و اومدیم اینجا، جایی که ارج و قرب طایفمون حفظ میشه. چه شکلی بود؟ مامان؟ اینه من.
فقط لپش چال نداشت. میخوای برگردی؟ نه، اولا که نمیدونم چطوری، دوما باید بمونم کنارت بزرگت کنم زن شاه بشی. از کجا مطمئنی من زن شاه میشم؟ خب از اول قرار همین بوده، بهترین دختر طایفه‌مون زن شاه میشه. نمیتونم زنش بشم چون همه زنش پیرن. نه، از اول که پیر نیستن، اولش جوونن، ولی چون شاه همیشه 39 سالشه اونا کم کم پیر میشن و میمیرن. هیچ وقت پیر نمیشه؟ چرا؟ یه بار تو سال، شب تولد 39 سالگیش، تا صبح پیر میشه. صبح که میشه دوباره 39 سالش. پس چرا زن میگیره بچه دار میشه؟ خب شاهه، باید وارث داشته باشه. وارث یعنی چی؟ وارث وقتی که شاه بمیره، پسرش به جای اون میشه شاه، یعنی در واقع میشه وارثش. اون که نمیمیره که. کجا معلوم؟ شاید هم مرد. میکنم. پاشو به خودت بیا. یه هفته است چه بیدی تو اتاق. یا بیا به سر صورتت بزن، یه کیکی هم بپز. تولد ترمس ها؟ تولد ترم اسفنده. آها خوبه، حساب زمانو داری بس هنوز. خدا. تعریف کن ببینم توی از چی شده بود. چیزی نشده. زنگ بزنم مینا؟ مینا اگه میخواست به چیزی بگه خودش میگفت. پس یه چیزی شده. چی میخوای تارا؟ من چیزی نمیخوام. اما خسرو زنگ زد سراغ پایان‌نامه تو گرفت. مینا هم گفت که مطمئن شم امروز میری سر تمرین تئاترتون. تولد یه بچه هم باید برید انگار. از اون روزای ول نکنه تاره. این از کجا آمده؟ یزین ماجراش؟ بی خیال یز شو. من الان میرم بیرون، میرم رومو میشورم، کیک میپزم، میرم پیش خسرو، میرم تمرین، میرم تولد بچه هم، میرم ماشین رو میشورم، فقط تو وابده. خب ایگینز نظرت چیه؟ به گمانم پیشنهاد بدی نیست. نگاه کن، دختره یه جور بامزه ای ناهنجاره. چقدر هم کثیفه.
اوهو چی میگه آقا کثیف؟ اوه اوه کثیف چی آقا؟ بنده قبل اینکه بیام دوش گرفتم؟ دست و صورت بنده قبل اینکه بیام دست صورتم خوب شستم. وای لیلی بده خوب بود ادامه بده. اصلا لحنم این نیست. شما معلومه که نجیب زاده نیستی. نجیب یا نجیب زاده؟ نجیب زاده. شما معلومه که نجیب زاده نیستی. من نجیب زادم. معلومه دیگه. رفتارت معلومه. بچه من نمیتونم. من بعد یه ذره زمان بدیم به بچه ها. آنتراکی بفرم. آرزو ببخشید من امروز خیلی توپق زدم. کلم یه مقدار بلبشوه یعنی درگیر این ماجرایی هم که همش ذهنم میره سمت اون. قول میدم سری بعد درست تمرین میکنم. یه وقت کار منم مثل اجرای امید نزنی زمین. ببخشید اجرای امیدو مگه من زدم زمین؟ به من چه یارو دیوونه است یهو کل دکور رو آورد پایین. دو دقیقه قبل اجرای افتتاحیه تئاترشو ول کردی رفتی لیلی. نگو تقصیرمونه. اون بی جنبس اومده قبل اجرا وقتی من دارم تمرکز میکنم به بازیگرش میگه عاشقتم. توقع داشتی من چیکار کنم باهاش؟ تو روش بخندم یا بهش بگم اوکی بعد اجرا بیا بریم محضر با هم دیگه عقد کنیم؟ لی 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 عاشقت بوده. خب باش تو هم اگه نگرانی منو عوضم کن. امیدم گفتی که تو سطح شهر بازیگر خیلی ریخته، یه دونه خوبش رو انتخاب کن. آفرین لیلی. لیلی و پوف. سلام. اینجام شد جا دهنم سرویس شد تا پیدات کردم. من باید چیکار کنم تو رو نبینم؟ چیکار کنم یه روز تنها باشم تو حال خودم باشم؟ بیا خوبی کن دعوت رو جا گذاشته بودی برای دعوت رو بودی. بیا داداش. چه خبر؟ صاحب خونهشون داره بیرونشون میکنم. مگه خونه مال خودشون نیست؟ نه اینا اون موقع که خونه و مغازه رو میفروشن پول مغازه رو یه کله میذارن برای رهن خونه. حالا الان صاحب خونه گیر داده که پاشید میخوام بسازم بکوبم بره باری. خب صاحب خونه مشنگی دارن تا الان کار نکرده. عجیب نیست؟ من هر روی یه چیز جدید از بدبختی هاشون میفهمم. اینا دارن با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه میدارن. خیلی اوضاع داغونی دارن. آقا اگه تابلوی تو دست ایناست پس چطور اینا وضعشون اینجوری گداییه؟ چرت و پرت چی داری برای خود میگی تجزیه تحلیل میکنی؟ دو حالت بیشتر نداره. یا نگارگری دستشونه تا الان اینجوری توی 12 سال زندگی کردن کسی نفهمه، یا واقعا ازشون دزدیدن. اولیش باشه منتظرن نیمه دومش رو پیدا کنم بعد بفروشم، دومیش باشه ما رو میرسونم به فروشنده اصلیش. اون وقت منم میفهمم کی بوده که بابای منو به خاطر اون کشته. آقا چرا ما اینا رو نمیکنیم تو گونی چات تا چک بزنیم همه چی بگیریم ازشون؟ آخه گونیمونی چیه؟ مگه ما گوریلیم؟ وقتی میتونیم ترتمیز کار انجام بدیم برای چی به خودمون رو تابلو کنیم؟ یه مدت بچسب بهشون تاتوشو درار. اون دختر آخری خواهر کوچیکه چه تو چله ساده خر میشه. آرش داداش اگه تابلو دست اون بود چی؟ خب باشه دست هر کی باشه اون تابلو مال منه. 400 سال تو خانواده ما بوده. اگه اینجوری باشه نباید هیچ ردی از خودمون بذاریم. رسید به اونجا هیچ ردی از خودمون نمیذاریم. آقا یه دونه مرد خلوچل با 4 تا دختر خونگی چه خطری برای ما دارن گندش میکنی؟
به هر حال کار باید ترتمیز انجام بشه. بعدشم آقا تو کشتن به خاطرش، مالت هم بردن. ای اگه اون نگارگری تو وسایل اینا پیدا باشه همشونو میکشی گوریلوار مثل حیوان همونجوری که دوست داری. فقط سریو بدون درد. حله چشد میخواستم بخورم. برو بجومین دیگه. 50 تا بچه‌ن ها الانه که روانیشن کیکارو بمالن به در و دیوار. بذار بمالن بلکه این تولد کوفتیشون کنسل شه. میزونی؟ ای در حد کششم، یعنی خوبم ها، ولی این داستانه باید تکلیفش معلوم شه. داستانش ساده است. تو به اون چیزی که میخواستی رسیدی، اون پیره مردم به اون چیزی که دلش میخواست، اون رفت مرحله بعد. وقتشه که تو هم بری. اگه بمونی همه اون اتفاق بی‌معنی میشه. میدونم. نمیدونستم که از خونه بیرون نمیمدم. مینا تو برو اینا رو سرگرم کن تا من بیام آخرش. اینه دیگه خیلی جدیه قضیه براشون. تنم مهمونی سفید برفی همه بچه‌های کارتون دیزنی لباس پوشیدن. خدا رو شکر از دهنت نیفته. تا اینا هم هستن زندگی ما میچرخه. گیر 2000 پول تئاتر نیسته. میگم اصلا تکون نخوردید. بله من از 5 سالگی عاشق شما. نترسید، میدونم 7 کوتوله همه جور حواسشون جمعه که وقت کسی مزاحم شما نشه. منظورتون کاستوم همه؟ خیلی بامزه بود ولی بله ترسیدم. خب نباید میترسیدی، اشتباه کردی، چون من معمولا شبا آدم ها رو میخورم. بالماسکه میری؟
نه، تولد بچه با تم سفید برفی و هفت کتوله. آها، پس نمایشه؟ نمایش که یه جور بازی با بچه هاست. خب پول دار شدن مردم. پاردنر نمیخواین؟ چرا اتفاقا؟ ولی خب قدتون زیادی بلنده برای نمایش هفت کتوله و سفید برفی. حالا قدم بلنده، ولی یه شکارچی هم بود تو قصه که مأمور بود قلب سفید برفی رو ببره برای نامادریش. برای اونم مناسب نیستم؟ کنم اون بیشتر مناسب تولد خودتونه تا تولد یه بچه. خب خوبه دیگه، پس میخوای شمارتون رو بدین من برای تولد خودم هماهنگ کنم. بخشید، منظورم اینه که حیف نیست شما بشید تزیینات عکس تولد چهار تا بچه نونور. تزیینات عکس چهار تا بچه نونور؟ من بازیگر تئاترم آقا، اگه هم این کارو میکنم تفننیه کنار کارم. اصلا چرا این آسانسور اینقدر علکی وای میسته؟ احتمالاً یه سری از این بچه نونور رو کل دکمه رو زدن، بعدم هر هر دارم به اون میخندن. میگم حالا گفتین بازیگر تئاترین، اجرا دارین الان؟ نه خیر، ولی داریم برای یه اجرای تمرین میکنیم. خب پس یه ما دیگه دعوتیم برای دیدن اجرای شما. کار ما خیلی جدیه، فکر میکنم به درد شما بخوره، حوصله‌تون سر میره. اسمش هست پیگمالیون. آها، خب میگم بالاخره آدم باید از یه جای شروع کنه دیگه. حالا چه بهتر که متن برنارد شاو باشه. اوه، برکلا. گفتی کدوم سالون؟ گفتین کدوم سالون؟ نگفتم کدوم سالون. خب نمیگمم. اینجوری مخاطب رو دست میدیم، من چجوری بیام ببینم؟ فکر میکنین چند تا پیگمالیون همزمان دارن با هم اجرا میرن؟ حداقل بگین کی میری رو صحنه. دیگه همه چیزو من نگم دیگه، نه؟ پس قرار ما شد پیگمالیون. بطری آبو میدی لطفا؟ بیا. بیا فلفل کثیف بزن. خیلی وقت چیزی واسمون نپختی ها. من یه مدت دستپخت تو رو نخورم احساس میکنم سوء تغذیه دارم. تو نمیخوای بری دکتر؟ میدونم چیه. چیه؟ آنوریسم مغزیه. مامانم هم داشت. اصلا دونی چیه، من فکر میکنم که اون شب تو خواب مامانم اومده بود من با خودش ببره. جدی میگم، یعنی انگار یه فرصتی به هم داد که کار نیمه تمومش رو تموم کنم. مسخره، خدا نکنه. ول کن این حرفا رو لیلی، مریضی رو جدی بگیر. جدی میگیرم، امروز که پنجشنبه است که آخر وقته، فردام که جمعه است از شنبه ایشالله. یه نظر اما شده تو در و دیوار جمعه قرار نزید سفید برفی نباشه. هست به جهنم. خدافز.
دیدمت بیا بیرون. بیا بیرون میگم دیدمت. چی آخه؟ تلویزیون ازت گرفتم باز حوصله‌ات سر رفته اتحاد. اگه گفتم بعد مدت ها خونه اومدی بیرون حالت بهتر شد بخوا با یکی حرف بزنی. در مورده. حالا هرچی عشقمون کشید. آخه تو با حرفای من حال نمی کنی. اصلا نگو ما نامحرمه میچینم خودم بگیم. حالا چی شده اتحاد پیگیر شد؟ پیگیر نیستم بابا، یه مدتی تو حیرونی با خواهرات هم حرف رو بزنی. گفتم شاید دوست داری با من حرف بزنی. حیرون نیستم. یعنی بودم ولی دیگه نیستم. چطور؟ خرانق که رفته بودم اونجا یه پیرمردی بود که 70 سال پیش عاشق دختری شده بوده شبیه من. خب این که میگم شبیه من یعنی عین خود منو. مثلا یه چیز عجیبی. خب این همون دنیای نه اتحاد این اصلا دنیای موازی تو نیست. دنیای موازی که تو راجبش حرف میزنی توی یه زمان دو تا مکان، ولی این تو دو تا زمان یه مکان. میگیری چی میگم؟ بله بابا این میفهمم. من خنگ نیستم ولی نمیتونم باور کنم این حال الان تو به این دلیله که یه آدمی 70 سال پیش بوده که شبیه تو بوده. من میخوام بدونم الان چته؟ چرا این حالی؟ پیرمرده جلو چشم افتاد مرد. آخه یعنی فکر کن 70 سال منتظر بوده عشقشو ببینه بعد منو دید مرد. ایجا اصلا احساس بکنم که مرد که من بفهمم که از کجا باید شروع کنم. از کجا؟ چه میدونم یه چیزایی آدم نباید به دو دنبالش باید سب کنه خودش خودشو نشون میده. یعنی من قربون تو برم فنقل من؟ تو که اینجوری فیلسوف شدی؟ نشده. خسرو زنگ زد. واسه پایان نامه وقت هست. الان حوصله ندارم.
جینجر خالی تویی؟ مرگو از رگ گردن به خود نزدیکتر میبینی، اون چیزی که میخوای پیدا نمی کنی، ولی مسیرت از همونجا شروع میشه. مردن از ترس مرگ یا زندگی نکردن از ترس مردن فرقی نداره. تا نبینیش نمیفهمی زنده بودن یعنی چی. اما مرگ چه شکلیه؟ میگن به چشم هر کسی یه جوره. زندگی چی؟ دنیایی که تو ذهنمون ساختیم، اون روایت از قصه‌مون که پیش چشممون راه میره، واقعیه؟ همونه که میبینیم؟ از چشم کی داریم زندگیمونو میبینیم؟ وقتی پا توی چاله آب میذاری، از کجا میدونی تصویر توی آب تصویر توه؟
شاید تویی که تصویری از اونی. من داشتم زندگیمو تموم میکردم، اما قبلش مادرمو کشتم چون میدونستم بعد از من کسی ازش مراقبت نمیکنه.